یا یک مورد دیگری که اضافه شد که در ماده 122 قانون مدنی افغانستان هم که سالهاست در افغانستان نافذ هست و امروز بر اساس همون ماده قانون در محاکم افغانستان و در ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان اجراعات صورت میگیره که او به ارتباط خروج زوجه از منزل هست، که تقریبا عین هم عبارتی که در قانون احوال در قانون مدنی افغانستان تذکر رفته، همو با یک کمی که تغییرات جزئی و هم در حرف در جمله بندی، نه اینکه در معنا و مفهوم، که در این قانون اضافه شده که خروج زوجه از منزل به منظور مقاصد مشروع در حد متعارف مجاز است، زوج و زوجه می تواند یک دیگر را از اعمال منافع شرع و قانون منع نماید. یعنی در واقع یک سری اینا یک سری مواردی بودند که حذف شدن از همین طرح قانون که جانب حکومت پیشنهاد شده بود، یک سری مواردی بودند که به اساس مشوره و نظر علمایی که در داخل پارلمان بود اینا افزود شد، که اینا بیانگر از ایسته که این قانون یک سری بحث های بسیار مفصلش سرش صورت گرفته و تعدیلات آمده و او تعدیلات داخل همین طرح قانون شد که خوشبختانه امروز این طرح تا دیروز طرح قانون بود، امروز این به عنوان یک قانون مصوب هر دو اتاق و توشیح شده ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان هست و در زندگی پیروان همین مذهب در جریان رسیدگی به دعویشان از طرف محاکم افغانستان بر مبنای همین قانون من بعد حکم صورت میگیره که یک جمع وسیعی از مردم افغانستان اینا هم دیگه آهسته آهسته از محاکم و از ارگانهای عدلی و قضایی نمیتونه مسائل خودت بیرون حل و فصل بکنه، یا اگر ایانا حل و فصل بکنه باز نمیتونه بر از اونا اسنادی که بتونه باز در مراجع عدلی و قضایی از اعتبار برخوردار باشه دیگه او اسناد به اعتبار صادر شه. بله آجی صاحب، شما در همین 4 سالی که در پارلمان حضور دارید قانونهای متعددی را به تصویب رسانید، به عنوان قانون برای فعلا در کشور نافذ هست و قانون احوال شخصی اهل تشیع هم که از پارلمان تصویب شد به توشیح رئیس جمهور رسید. شما بفرمایید که روند وارد کردن تعدیل در قانون احوال شخصی اهل تشیع در شرایط فعلی از لحاظ قانونی چگونه هستن؟ ما البته من حیث یک وکیل اگر بخوایم صحبت بکنیم که طبعا موقف ممی است، چون ما برای تصویب این قانون رای دادیم و چون وظیفه پارلمان، وظیفه قوی مقننه افغانستان هم است که باید قانون وضع بکنه در چارچوبات قانون اساسی افغانستان و هر گونه قانونی را که وضع میکنه پارلمان مکلف است که در بستر شریعت باید وضع بکنه، نمیتونه بیرون از او باید نمیتونه بیرون از او باشه. بدین لحاظ روال طبیعی آوردن تعدیل در قوانین، اونم در جریان تطبیق اجراعات و اصدار حکم، اگر نواقص خلای کمبودی به چشم سر مشاهده میشن، طبعا او روال خود داره که روال از او مجددا از جانب وزارت محترم عدلیه، تحریک از جانب هر وزارتخانه سکتوری و هر ارگانی که در واقع قانون ارتباط به سرنوشت او ارگان میگیره، اونا پیشنهاد میشه که با وزارت محترم عدلیه که ما در مورد این قانونی که مکلف به تطبیق و اجرایش هستیم این تعدیلات پیشنهاد میکنیم، که او تعدیلات یک بار دیگر ریاست تقنین یا انستیتوت قانونگذاری وزارت محترم عدلیه او را میبینه، مکمل یک دفعه بازنگری میکنه، او را کوشش میکنه که قانونی که جدیدن تر جدیدن پیشنهاد میشه به اون تر تعدیلی در تناقض و ضدیت با دیگه مواد قانون واقع نشوه، او را به شورای به کمیته تقنین شورای وزیران پیشنهاد میکنه که اونا بعد از دیدن به خودی مجلس شورای محترم وزیران و از چینل وزارت محترم دولت در امور پارلمان او به پارلمان افغانستان فرستاده میشه. در همین مواردی که فعلا گویا یک مقدار سر و صداهایی را به دنبال داشته و نزاهایی را برپا کردن، ما البته چنانچه ای را گفتیم با بازم میخواییم بگم هیچ گونه ضرورت به دامن زدن به این گونه جنجال ها را نداشت. هر مرجعی اگر خواهان تعدیل در
متن یک قانون بود. اول خب باید چون کاملا یک قانونی تخصصی هست، فقهی هست، مجموع علمای محترم دینی که در این رشته اونا آشنایی دارن، درس خواندن و فهم دارن و بیشتر آشنا هستن، اونا میتونه در این موارد تخصصی بیشتر یک مقدار صحبت های خود داشته باشن. اگر احیانا تعدیلی را اونا وارد میبینه، اگر تعدیلی را وارد میبینه بر مبنای فقه، بر مبنای فتاوی مشهوری از علمایی که صاحب رأی و نظر هستند، اونا میتونه که امیر با البته بعد از یک غور همه جانبه در بین علما ایرا محول میتونه بکنه به وزارت محترم عدلیه، چنانچه ریاست محترم جمهوری هم، جمهوری اسلامی افغانستان هم ایرا به وزارت محترم عدلیه هدایت دادن که باز از امو چینلی معمولی و عادیش میتونه به شورا پیشنهاد شوه به عنوان طرح تعدیلی. یک دو مورد داره که حالا یک مورد در واقع تقریبا مونده که جنجال برپا کردن، گرچه در ماده 177 در فقره 3 همو به یک نحوی حل شده، اما باز هم اگر قناعت جمعی از معترضین فراهم نمیکنه، رایش ایسته که او بازم از امو طریق علمای دینی موضوع یک بار دیگر کاملا بررسی شوه و او به عنوان یک طرح بدیلی که واقعا بازم تاکید میسته که مبنای فقهی داشته باشه. در واقع تقریبا ما میگیم که دین اسلام کاملترین دین است. وقتی که کاملترین دین هست، یعنی در همه جزئیات زندگی پیروان خود کوشش کرده که یک سری دستوراتی را داشته باشن که بر مبنای از این دستورات پیروانش عمل بکنه. به هیچ وجه ما با این باور نیستیم که در دین چیزهای آمده باشه که در واقع به ضرر پیروانش باشه، که در صورتی که او تعدیلات هم همین مبنای فقهی را داشته باشه، اینا میتونه او را از اون مجرای قانونیش پیشنهاد بکنه، که امیدوار هستیم چی در این مورد چی در موارد دیگری. از این یک امر طبیعی است، پارلمان ها وظیفه قانونگذاری داره، وظیفه تعدیلات داره، وظیفه رسیدگی را داره در چارچوبات قانون، که این وظیفه خود پارلمان افغانستان و قوی مقننه افغانستان تا کنون به وجه احسن انجام دادن. باز هم ما البته امیدواری به این داریم که من بعد هم همین وظیفه خود انجام میتن، مشروط بر ازی که همه چیز در بستر طبیعی خود قرار داشته باشه و قرار بگیره. حاجی صاحب بسیار تشکر از اینکه وقتتان را در اختیار ما قرار دادید و در این گفتگو شرکت کردید. تشکر از شما، سلامت باشید. بینندگان گرامی، سپاسگزار هستیم از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا برنامه های آینده همه شما را به خدای